خودکشی یک زن جوان ایتالیایی در پی انتشار ویدئوی رابطه جنسی او مردم این کشور را در بهت و حیرت فرو برد. این زن 31 ساله روز سه‌شنبه در شهر مویانو در نزدیکی ناب خودکشی کرد. خودکشی این زن جوان به دنبال یک دعوای حقوقی برای حذف ویدئوی رابطه جنسیش از روی اینترنت صورت گرفت. او این ویدئو را به وسیله اپلیکیشن واتس‌اپ برای دوست پسر قبلی خود فرستاده بود تا حسادت وی را برانگیزد. آنتونلو سورو، رئیس اداره حفاظت از داده‌ها در ایتالیا، در گفتگو با یورو نیوز می‌گوید: فکر میکنم فرایند حذف ویدیو و پیام های خطرناک از روی سایت های اینترنتی را باید تسریع کنیم. اداره حفاظت از داده ها امکان جلوگیری از ویدیوهای متعرضانه را با حذف سریع آنها از شبکه های اجتماعی دارند. مشکل اصلی اما جلوگیری از پخش آن در سراسر اینترنت است. باید در آموزش دیجیتال مدنی سرمایه گذاری کنیم. باید همگان درک کنند که جنبه دیجیتال جنبه واقعی است و به زندگی واقعی برمیگردد. به همین دلیل باید در امر آموزش از ابتدا در مدارس سرمایه گذاری کنیم. فرزندان ما باید نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را بیاموزند و همزمان با آموختن زبان‌های خارجی با خطرات اینترنتی آشنا شوند. آنتونلو سورو در مورد همکاری با سایت‌هایی همچون توییتر و فیسبوک می‌گوید: مقامات ایتالیایی همچون مقامات سایر کشورها به طور دائمی با مدیران این شبکه‌های اجتماعی در تماسند. البته موقعیت در گذشته بسیار دشوار بود، زیرا آنها قدرت ما را به رسمیت نمی‌شناختند و صلاحیت قضایی مقامات اروپایی را زیر سوال می‌بردند. حالا امروز می توانم بگویم پیشرفت هایی حاصل شده. نمی توانیم اینترنت را مقصر خشونت بدانیم، بلکه باید کسانی را که از اینترنت بدون توجه استفاده می کنند مقصر بدانیم. آنچه مسلم است این است که اقدامات مسئولان ایتالیایی نخواهد توانست زندگی را به زن جوان ایتالیایی بازگرداند.